از اونجا که عرفان در ایران فرق دقیق و ژرف میان عقل اسلامی و خرد در فرهنگ ایران را نمی شناخت و فراموش کرده بود، ولی از سوی دیگر می دانست که عقل تابع شریعت در اسلام است. طبعا این همانی با شریعت دارد. در آثارشان به خوبی می توان دید که همیشه شریعت رو با عقل این همانی می دن. در عقل شریعت می فهمن. و انتقادشان و تعرضشان به عقل همیشه بهانه است برای انتقاد از شریعت. به اون معنای نیست که ما عقل آزاد امروز رو میگیریم. اونها عقل تابع اسلامی رو عقل میدانستن و تا خواه نخواه بر ضد این عقل فقهی و عقل جزایی و عقل کلامی بودن. طبعا این عقل بر ضد اصالت و آزادی و استقلال انسان بود و با اندیشه جانان در عرفان در تضاد بود، چون این جانان مغز جان هر انسانی است. یعنی سیمرغ جانان باشد، ارتا باشد، این در مغز اینها به نام جانان همین مفهوم کهن را برگردانده بودند. جانان که همون ارتا و سیمرغ باشد، خوشه جانها، تخم یا مغز جان هر انسانی بود. خب این اصالت هر انسانی را تضمین میکرد و این با عقل نمیساخت، با عقل تابع. سیمرغ در فرهنگ ایران با ماه این همانی داشت و ماه پر حلال ماه است به اضافه خوشه پروین. این رو ماه پر میگفتن. ماه پر حاوی خوشه پروین. از خوشه پروین کی بود؟ ارتای خوشه. این جانان که تخم های همه جان ها باشد در ماه پر بود. تخم از این رو این همچون که در درونش آتش ناسوس هست، وای به هست، این است که این همانی با آتش داده می شد. در فرهنگ ایران همیشه تخم از این رو سرچشمه همیشه روشنی است. از این رو ماه سرچشمه روشنی و بینش در تاریکی است. این اهمیت داشت فرهنگ ایران در ایدئال معرفتش، بینشش، بینش در تاریکی بود. در تاریکی دیدن اصل بینش است. یعنی در جستجو، در آزمایش. این است که در فرهنگ ایران گزینش را، خرد را بر پایه بینش در تاریکی، یعنی در جستجو قرار میداد. منیدن چنین اندیشیدنی بود. بینش در تاریک، در جستجو، اندیشیدن در جستجو. همین تخم ما که جانان در جان هر انسانی است، چیز همان خرد است که سرچشمه روشنی و بینش است. خود واژه خرد بهترین گواه بر آن است. واژه خرد چیست؟ خرتو. این اصلش خر راتو بوده است. راتو به رهبر و مدیر و فرمانده گفته می شود، کسی که اداره می کند، سامان می دهد. خر یا هر همون سیمرغ و ماه است و این آثارش در فارسی مانده است. واژه خار و خاره درست به معنای زن و ماه و سنگ است. سنگ البته معنای اصلش مهر بوده است. و در مندهش که اون افسانه خر سپا درست همین است. چون ماه است که این اصل ستا یکتایی بود. یعنی سه مجموعه ستا خدا با هم
که سیمرغ باشد. سیمرغ مجموعه سه تا خدا با هم است. اما هماغوشی سه تا خدا با هم است. این است که یعنی اصل مهر است. برای این خاطر این همانی با سیم داده می شود. با نقره. سیم یعنی یوغ، یعنی جفت. بنابراین خرد که اصل رهبری و مدیریت و ساماندهی است، اصل اداره کننده جامعه و زندگی و نگهبانی جان از خرد است، این چیز این همون تخمی است از خوشه ما و تخم اصل روشنایی است. خره راتو ماه است، تخم ماه است که چی رهبری میکنم، که اداره میکنم، که سامان میدهد و نگهبان است، یعنی اصل حاکمیت است. بنابراین خرد در فرهنگ اصیل ایران اصل ضد اطاعت و اصل ضد تابعیت و ضد فرمانبری است. این خیلی نکته مهمی است. با این با همین تصویری که به نظر ما از لحاظ ستاره شناسی و فیزیکی و اینها درست نیست، ولی از بر این پایه نتیجه‌ای که می‌گرفتن این خرد انسانی اصالت حاکمیت داشت. بنابراین تابع و تسلیم کسی نمی‌شد. و از اونجا که ماه پیکریابی عشق است، خردی که انسان را رهبری می کند و زندگی را سامان می دهد، پیدایش اندیشه از اصل مهر و روشنی است. این جدا ناپذیری مهر و خرد در فرهنگ ایران فوق العاده مهم است. این است که در شاهنامه همیشه خرد جفت با چیزها می شود. خرد کلید است، کالیدن یعنی جفت شدن، یعنی عشق ورزی. این ضدیت خرد در فرهنگ ایران با اطاعت کردن و تابعیت و دنبال روی، ضدیت با تقلید در سروش پدیدار می شود. نخست این که هر انسانی سرود خودش را دارد. این مثل جبرئیل نیست. در فرهنگ ایران هر کسی سروش ویژه خودش را دارد. و جوامعی که خدایشان سروش بود اثر نامیده میشد، یعنی بدون سر، یعنی این جوامع سرکش و بدون رهبر و پیشوا و قائد بود. جوامع مثل جامعه که رستم و زال در آن پرورش پیدا کرد. سروش خدای مهمشان بود، ارتا و سروش. البته این فهم فرهنگ اصیل ایرانی از سروش که پیام‌آور آسن خرد یا بهمن است خیلی اهمیت داشت. از این رو نام سروش تنومنتره بود. تن چیست؟ تن مفهوم امروزی که ما رو که ندارد. تن معنای اصلیش زهدان و سرچشمه و کانون آتش است. هنوز در گویش ها این به معنای زهدان و فرج و فلان و اینها باقی مونده است. منتره به معنای اندیشه و خواست است. در سانسکریت این معنی باقی مونده است. تنو پستن و منتره چی می شود؟ یعنی که سروش باشد، زهدان و سرچشمه اندیشه و خواست در هر کسی. حالا یزدان شناسی زردشتی نمی توانست چنین سروشی را در آموزه خود بپذیرد، چون که اون وقت با زردشت که باید احکام و افکار و اندیشه های او را سرمشق کار قرار داد و خواست اهورامزدا را اجرا کرد، طاعت کرد، فرمان از اهورامزدا، این سروش با اون مفهوم سازگار بود. این است که میآیند چیکار میکنن؟ این واژه تنومنتره را اینجور تفسیر میکنن که سروش تن و پیکری است
که کاملا مطیع و فرمانبر دستورات اهورامزدای زردشت است. خوب نگاه بکنید، از اصل استقلال خرد و آزادی خرد در فرهنگ ایران در یزدان شناسی زردشتی اصل اطاعت و پیروی و تسلیم می شود، به کلی وارونه ساخته می شود. این است که ما فرهنگ ایران رو نمی شناسیم، برای خاطر اینی که این چنین چیزی را نمی توانیم باور کنیم و در ذهن ما جا انداختن که تنومندتر یعنی پیکریابی از فرمان و از دستور. این است که اکنون برمیگردیم به رابطه صبح و بامداد و نوشیدن باده. نوشیدن باده یعنی چی؟ نوشیدن ماخ و خرم زن خدای و بیدار شدن خرد یا پیدایش خرد با چه چیز رابطه دارد؟ با بامداد. بامداد یعنی پیدایش زن خدای عشق. پگاه، پگ یعنی زن نارپستان که باز اسم این خداست. سپید دم یعنی دم نای که خرم باشد. اینها همه نام های خرم هستن که در عربی زهره نامیده میشن. از خود بام که امروز معنای روشنی دارد میشود رابطه خرم را با سرآغاز روشنی دریافت و بامداد یک اسم دیگر هم داشت، اوشبام. اوشبام یعنی چی؟ ببینید ترکیب اوش، هوش با بام، اوش با خرم است. اوش، اوشینگاه یعنی هنگام به هوش آمدن. صبح را، آغاز صبح را هست. خدایان این هوشبام کی بودن؟ سروش و رشت. این گاه به هوش آمدن، گاه از نو زنده شدن، این گاه پیدایش خرد بود و این سروش و رشن بودن که ماه را، خره را می زایدن. چی را می زایدن؟ خرم را، صبح را، روشنی را، یعنی زاینده خرد بودن. خرم باده است و سرچشمه و پستان شیر است. از این رو شیرگیر نامیده می شود. این نام است که باربود به رامجید داده است که معنای همون شیرگیر معنای آبگیر دارد، یعنی حوض آب، یعنی حوض شیر، یعنی مخزن انبار شیر. رشن خداوند چرخشت است، یعنی گیرنده شیره میوه ها و انگور و دانه های روغنی است. طبعا فراهم آورنده شیره انگور یا انگود است که مولوی نام برده است. به همین علت سروش رش چی بود؟ خدای راستی و حقیقت و خدای ترازو است. برای این علت است که سروش و رش پیکریابی خرد هستند. خرد در انسان. هر سه این خدایان، سروش و رش و خرم، با باده و شیره و آب سر و کار دارند. و به دین علت آیین صبوحی پیدایش یافته است که شیر و باده را با هم در بامداد می نشودند. برای چی؟ برای روشن شدن، برای راد شدن، برای حقیقت شدن، برای شاداب کردن، برای دوست شدن با همه دنیا. نوش از نوشین باده که اسم این خدا باشد، انوشیروان. نوش که ما در اینجا باده رو می نوشیم، اساسا خود واژه نوش که انوش باشد چیست؟ از ا نوش درست شده است. ا اوش، ان اوش، ببخشید، ان اوش درست شده است. ان حرف تأییدی است، اوش همون کلمه هوش است، یعنی هوش به هوش آمدن رو فقط تایید میکنه. نوشیدن
اساساً در فرهنگ ایران به هوش آمدن است. با نوشیدن باده، با نوشیدن آب، با نوشیدن شیرابه های جهان انسان به هوش می آید، خردمند می شود، خرد می یابد. چنانچه اهورامزدا خرد همه آگاهش را به شکل آب در دست زردوش می ریزد و زردوش آن را می نوشد و در خواب آینده را می بیند. بینش در تاریکی، در تاریکی زمان در زردوش پیدا می آمد. خوب متوجه می شیم با این باده، با هورم که خرم باشد، که در بامداد از دست زن خدا خرم زهره می نوشد، انسان خرد انسان بیدار می شود. خرد نه تنها بیدار می شود، بلکه خرد در اندیشیدن گوهر شادی آور، مهرآور، زیبایی آور می شود. بیداری در شاد کردن و مهر ورزیدن و زیبا کردن و آراستن است. بدین سان در خرد انسان همون خدای ایران اصل شاد کننده گیتی هست. خرد انسان ها پیکریابی اصل شاد کننده که خدای ایران باشد هست. چنین خردی آباد با آباد کردن گیتی، با آراستن گیتی، آراستن هم دو معنی دارد، یکی نظم دادن است، یکی زیبا کردن است. با آراستن گیتی، گیتی را شاد می کند.